آقای ایجی با کلام بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر قرازی روز بخانه من با شما سیر آقایون یه نفسی بکشم. تماس می گرفتن گفتن که میخوایم بکنم من دومین کسی هستم که تونستم شما رو بخندونم یا اولی نه دومین هستم وزیر خارجه سابق انگلیس اکسرا نه اون موقع من نمیخندیدم الان که مفصل میخندم نه الانم شما اصلا نمیخنده آقای دکتر قرازی قرار بودش که ما اینجا خدمت شما میرسیم شما فرمودید که در سخنان افتتاحیتون به قول فرنگی اوپنینگتون شما فرمودید که ما باید اول مهر که میشه انسان به دانشجو بگیم که چه اتفاق عظیمی افتاده من میخوام همینجا از شما قول بگیرم از شخص جناب عالی که تشریف بیارید دانشکده حقوق و علوم سیاسی مهر که میشه و به دانشجوهای من بگید که دستاوردمون چی بوده در قضیه هسته‌ای سوال دومی که از من خواهد شد و شما باید جواب بدین حضرت عالی باید لطف کنین تشریف بیارین جواب بدین این هستش که استاد خیلی از کشورهای دیگه هستن که اینها هم همین کارهای ما رو میکنن چرا کسی به اونها کاری نداره چرا همه بدبختی‌ها و مصیبت‌ها آمده بود به سر وقت ما برزیل هم این کارا رو میکنه آرژانتین هم میکنه ترکیه هم میکنه حالا ممکنه یه سری کشورهای دیگه هم شروع بکنن در آینده قزاقستان قرقیزستان پاکستان چرا کسی به اونا کاری نداره و چرا اینقدر حساسیت نسبت به ما وجود داره من پاسخ دارم ولی مایلم شما جواب بهشون بدین و بالاخره نکته سوم که فکر میکنم که آقای دکتر ظریف اینا باید بیان جواب بدن این هستش که آقای دکتر ظریف شرح مابقه رو میده که کشور رو چجوری از شاه ویل هسته‌ای که دیگران با مخت کشور رو سردگون کرده بودن توش اوورده بیرون اونجایی که باید بگه که کی ما رو انداخته بود تو این چاه اونجا میگه که شهدای هسته‌ایمون درود بهشون میفرستیم به این مردم غیور شروع میکنه زدن به صحرای کربلا و پوپولیسم چون من چون راجع به این قضیه نه حالا من آقای دکتر زیبا کردم من حالا دو سه تا نکته من بگم ببینین ما اگه اعتقاد داشته باشیم به اینکه خیلی کشورها برنامه هسته‌ای دارند خیلی کشورها بمب دارند پاکستان بمب داره نفوذ ما بیشتره در جامعه بین‌المللی یا پاکستان تأثیرگذاری کی بیشتره من قبول دارم که ما فشار تحمل کردیم اما من قبول دارم که بعضی فشارها رو بر اثر ندانمکاری تحمل کردیم قبل از اینکه شما نبودین آقای دکتر اون وقت که من گفتم چرا اصلا پرونده هسته ما رفت به خاطر اینکه ما فکر میکردیم یعنی ما که بهمون نگفته بودن دوستانی که دستشون تو این کار بود فکر میکردن که ما 1.2% که تو آبلی نتونست از ما که تو نتونست هیچی غنی سازی نکرده بودیم تو آبلی توی کالای الکتریک توی یه کارگاه کوچیک ما 1.2% با سانتریفیوژ پاکستانی غنی سازی کرده بودیم اشتباهاً فکر میکردن که نباید اینو گزارش بدن میگفتن ما تا 3.5% هرچی غنی سازی بکنیم قانونیه خب معلومه قانونیه اما باید گزارش بدی واسه همین ما اون اول بریچ نداشتیم فیلیر تو ریپورت داشتیم اشتباه یعنی اینکه حالا چه شد نمیخواد ما من ارادت دارم به شما ولی نیاز نداره یه تئوری نگران کننده درست کنیم اشتباه بر اثر اشتباه کسی که تو کشور دنبال بمب نبود که دنبال این بودن که این برنامه غنی سازی رو دنبال کنن اتفاقا میگفتن چون دنبال بمب نیستیم نباید نگران باشیم ما رو گزارش نمیدیم بعدا میام گزارش میدیم البته یه تحولاتی هم تو سطح بین المللی بود بحث عراق بود یه تلاشی بود برای اینکه ایران جایگزین عراق بشه تو اون حمله میخواستن ما رو مورد حمله قرار بدن همه اینا بود حالا اتفاقی افتاد که افتاد اما اون نکته که هستالی میفرمایید بالاخره ما در این بازی قدرت
ما هم توانسته ایم برای خودمون یک جایگاهی درست کنیم. این جایگاه هزینه داشته. ممکنه یه نفر بگه این هزینه در برابر فایدهش هزینه فایده قابل قبولی نبوده. اما اینو بپذیریم که الان ما با یه کشوری که حالا از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، یه وقتی میگفتن مالزی، یا با یه کشوری که بم ساخته میگیم پاکستان، کدوم ما نفوذمون بیشتره؟ شما که اگه مثل بنده قدرت رو به نفوذ و به افزایش نفوذ و کاهش آسیب پذیری تعریف بکنید، بالاخره ما لااقل افزایش نفوذ داشتیم، حالا کاهش آسیب پذیری رو انشالله از این به بعد انجام میدیم. یعنی با دیسکیوریتیزیشن کشور انشالله میریم به سمت کاهش آسیب پذیری، انشالله به اون هدفی هم که همه مردم ما میخوان. یعنی یک کشوری هستیم که از یه طرف میتونیم سرمون رو بالا نگه داریم. به خدا اینا حرفای پوپولیستی نیست، اینا سر کلاس هم میزنن. از یه سر کلاس شما معذرم بیام بزنم. از یه طرف ما این توانو داریم که برای خودمون تأثیرگذار باشیم. امروز هیچ بحرانی در خاورمیانه بدون حضور ایران قابل حل و فصل نیست. ممکنه اینو شما هزینه بدونید، ممکنه خیلی ها اینو هزینه بدونن، اما همه این باعث میشه که ایران خیلی بالاتر از قد و قواره خودش بتونه تو منطقه حضور پیدا بکنه. اینم یه بحثیه که من کاملا احترام بذارم به نظراتی که ممکنه با این نظر موافق نباشن، اما الزامی نداره که بگیم این نظرات پوپولیستیه. نه، این یه دیدگاهه. معتقده که قدرت از منشأهای مختلفی برخورداره. یکی از منشأهای قدرت، قدرت معناییه. ما در حوزه قدرت معنایی، البته حوزه‌هایی هست که باید بهتر بشیم. هر وقت اقتصاد کشور بهتر باشه، مردم راحت‌تر زندگی کنن، احساس امنیتی بیشتری مردم بکنن، تو خیابون راحت باشن، همه اینا قدرت معنایی کشور افزایش میده. اما فعلا هم این که من میتونم برم در مقابل وزیر خارجه آمریکا وایسم حرفمو بزنم، این قدرت دیگه. حالا ممکنه من یه خورده ازش بهره مند بشم، ولی این قدرت این مردمه. این قدرت از همین راه به دست اومده که به دلیل هر چی که بوده، من معتقدم ما 12 سال به خاطر هسته‌ای مقاومت نکردیم، به خاطر عزتمون مقاومت کردیم، به خاطر این مقاومت کردیم کسی به ما نگه این کار رو باید بکنی این کار نکنی. ممکنه خیلی ها موافق برنامه هسته‌ای باشن یا نباشن، ممکنه هزینه فایده که بکنین بگین 1 کیلو اورانیوم 20% $14,000 قیمتشه. آیا ما 1 کیلومون $14,000 برسمون در اومده؟ حتما در نیومده، حتما خیلی بیشتر در اومده. اما این وسط ما تونستیم به دنیا بگیم نمیتونی به ما زور بگی نکنین کارو. این من معتقدم این بحث مهمیه. ما بین خودمون کسایی که خیال میکنیم، حالا شما که حتما استادی، حالا ما هم که خیال میکنیم معلم این رشته ایم، باید بشینیم بحث بکنیم ببینیم چجوری میتونیم این مبانی قدرت جمهوری اسلامی رو، مخصوصا در جهان در حال گذار که مبانی قدرت متنوع شده، زمینه برای حضور یه بازیگر درجه نه درجه یکی مثل ما فراهم شده. من ادعای مدیریت جهانی ندارم، میدونیم که زمینه برای بازیگرانی مثل ما فراهم شده، ما هم بتونیم بازیگری بکنیم. این یه بحث جدیه. منم قبول دارم بحثی نیست که نه حرف بنده قطعی باشه نه حرف کسانی که در طرف مقابلن، اما این بحث قابل جدله به نظر من. خب عرض کنم که بنده یه نکته اضافه بکنم که دکتر، این یک تصمیم استراتژیک بوده برای کشور، به این معنا که با چنین تصمیمی که یک تصمیم خطیر بوده، ما توانستیم توانایی‌های خودمون رو نشون بدیم. ممکنه شما بفرمایید چرا نرفتیم مثلا در اتومبیل سازی سرمایه گذاری بکنیم. خب اگر ما بهترین اتومبیل دنیا رو هم ساخته بودیم، اون موجب قدرت امروز ما نمی‌شد. ما یک تصمیم استراتژی گرفتیم با سرمایه گذاری در یک مسئله خطیری مثل هسته‌ای، توانایی‌های خودمون رو اثبات بکنیم. علاوه بر این که خود صنایع هسته‌ای کشور خیلی از صنایع رو توسعه داده. تصور نکنید که فقط هسته‌ای به معنای هسته‌ای توسعه پیدا کرده. و مهندسین ما در واقع با کار در صنعت هسته‌ای خیلی زیربناهای دیگر هم توانستن توسعه بدن که در جایگاه خودش خیلی با ارزش هست و میتوانه مفید واقع بشه.
حرفی نیست که ارزیابی بشه که واقعا فایده و ضرر چنین تصمیمی چی بوده، ولی قطعا بدونید که یک تصمیم استراتژیک بوده و اگر ما امروز سربلند هستیم و قدرت خودمون رو در برابر بیگانگان و قدرت‌های جهانی به اثبات رسوندیم، در واقع تابع همین گونه تصمیم هاست، از این نوع تصمیم ها، مثل تصمیم استراتژیکی که ما امروزه در منطقه داریم. حضور ما در عراق یک تصمیم استراتژیک هست، ایستادگی ما بر سر سوریه یک تصمیم استراتژیک هست. اینا هزینه داره، طبیعتاً هزینه داره، بی هزینه نیست، ولی برای اون منافع بعدیش هست که ما این هزینه ها رو داریم انجام میدیم. خب آقای دکتر متقی میخواستن. بله بفرمایید. تشکر.